عرض درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز من محمد سانوی در خدمت شما هستم با برنامه انجیل تبدیل ها انجیل مرقس راجع به ایسای مسیح صحبت میکنه که وقتی که شروع به کار کرد خدمتش رو با موعظه شروع کرد حالا این ای که انجام داد چه بود؟ اگر به فرهنگ لغت فارسی نگاه کنیم کلمه موعظه به معنی نصیحت کردن اندرز دادن پند دادنه اما در کتاب مقدس معنی موعظه بیش از اینه در کتاب مقدس موعظه کردن یعنی اعلام کردن پس وقتی که عیسی مسیح خدمت خودش رو شروع کرد چه چیزی رو اعلام کرد؟ بسیاری برای این که عیسی مسیح دست به قلم برد و انجیل رو نوشت و ما میدونیم که چنین صحتی نداره زندگی عیسی مسیح انجیل بود اما این انجیلی که موعظه کرد چه بود امروز راجع به دو تا موضوع خیلی مهم که در انجیل مرقس فصل یک عنوان شده رو میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم وقت تمام شد ملکوت خدا نزدیک است پس توبه کنید و به انجیل ایمان آورید دو عنصر مهم انجیل توبه و ایمان این دو واژه در معنی انجیل نهفته است و اگر این دوتا رو شما از انجیل بیرون بیارید کفاره عیسی مسیح نجات عیسی مسیح در زندگی شما کارساز نیست لازمه دریافت نجات خدا توبه و ایمانه ما در سراسر کتاب مقدس در انجیل این واقعه رو میبینیم توبه کنیم ایمان بیاریم و بسیاری وقتا ما توبه را فراموش میکنیم روی ایمان آوردن پافشاری میکنیم که امروز میخوایم راجع به این مسئله با همدیگه بیشتر صحبت کنیم پتروس در کتاب اعمال رسولان در روز پنتیکاس وقتی که روح القدس نزول کرد اینطور عنوان میکنه توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح تعمید بگیرید پس واژه واژه ایمان رو اینجا با تعمید گرفتن گویا عوض کرده و پولس همینطور در اعمال فصل 20 آیه 21 اینطور عنوان میکنه به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح شهادت میدادم خدمتش رو پولس رسول اینطور عنوان میکنه که من بین مردم میرفتم و به اونها رو دعوت میکردم که توبه کنید و به عیسی مسیح که خداوند فرستاده خداست ایمان بیارید در اعمال 26 دوباره ما همین موضوع رو داریم میبینیم که عنوان میکنه که تا چشمان ایشان را باز کنید تا از ظلمت به سوی نور و از قدرت شیطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و میراسی در میان مقدسان به وسیله ایمانی که بر من است بیابند صلیب انداختن به گردنمون یا روی لباس زدن نشونه ی مسیحی نیست نشانه مسیحی بودن توبه و ایمانه خب صد البته وقتی که مطالعه می کنیم اثراتش رو توی زندگی می بینیم زندگی میوه های میوه هایی که در زندگی ما ظاهر میشه به خاطر توبه و ایمان ولی این دوتا توبه و ایمان نشانه های یک مسیحیه که نشون میده شخص مسیحی از گناهانش رو برگردونده برگشته به سوی خدا پشت کرده به گذشتش و به عیسی مسیح اعتماد کرده امیدش بر شخص عیسی مسیحه و نه بر اعمال سبابی که انجام داده کارهای خوبی که در, در زندگیش انجام داده میدونه در حضور خدا دستش خالیه هیچی نداره فقط چیزی که میتونه ارائه بده این که من به عیسی مسیح ایمان دارم به عیسی مسیح اعتماد دارم امروزه ما میبینیم که واژه ایمان گویا معانی مختلفی در جامعه ما داره ایمان چیزیه که همه دارن یکی کسی ایمان به جن داره یکی به پری ایمان داره یکی به اجده یکی به طبیعت حالا یه عده هم به عیسی مسیح ایمان دارن و یا حتی ما میبینیم که بعضی ها پا فراتر گذاشتن خوشبینی رو ایمان میدونن خوشقیالی یا مثبت دادن رو ایمان میبینند مثبت فکر کن تو زندگی مثبت باش اشتباه نکنیم عزیزان وقتی که ما داریم میگیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم اون ایمانی که کتاب مقدس داره برای ما توضیح میده چیزهای ساخته و پرداخته ما یا خوشبینی های شخصی ما نیست ایمان اتکا اعتماد به ایساست البته نه هر عیسایی چرا که خیلی ها به عیسی ایمان دارن ولی اون ایسایی که کتاب مقدس میگه نیست اعتماد و اطمینان به ایسایی که کتاب مقدس داره به ما معرفی میکنه ایمان داشتن یقین و باوره وقتی که هنوز چیزی نیست امید به آینده است آینده آینده که خدا وعده شده داده ما این واقعه را در زندگی ابراهیم داریم میبینیم که چطور به وعده خدا باور کرد سن بالای خودش رو دید ولی حرف خدا رو باور کرد سن بالای خو... اه... این که همسرش رو دید اینکه همسرش نازاست دید ولی بازم در عین حال به وعده خدا اطمینان کرد که خدا نسلی از او میسازه که دنیا رو پر میکنه اما در زندگی ابراهیم میریم جلوتر میبینیم که زمانی که خدا ازش خواست فرزندش رو براش قربانی کنه بیاد داشته باشیم این تصاویری که بعضی وقتا ما توی کتاب ها دیدیم که گویا اسحق پسر ابراهیم بچه 7 -8 ساله نه سنش خیلی با... جوونه وقتی که به قربانگاه رفت و پسر گفت اینکه هیزم ولی قربانی کو و ابراهیم گفت خدا قربانی رو خودش مهیا میکنه ایمان به بعدهای های خدا داشت اطمینان به بعدهای خدا داشت پس وقتی که ما داریم میگیم ایمان به ایسای مسیح به چه چیز باید اتکا کنیم به این اتکا کنیم که من باید محکوم می شدم اما عیسی مسیح به جای من روی صلیب جان داد چرا که بسیاری به قدرت عیسی مسیح ایمان دارن ای به الوهیت عیسی مسیح ایمان دارن شما هندوستان تشریف ببرید و عنوان کنید که آیا قبول داری که عیسی مسیح پری الوهیت درش هست میگه بله شما در خاور میانه تشریف میبرید از مردم سوال میکنید راجع به عیسی مسیح ببینید که چقدر عیسی مسیح براشون بالا مقامه اما اون اعتمادی که اینجا راجع بهش داره صحبت میشه یا ایمانی که داره راجع بهش صحبت میشه نه فقط مقامش نه فقط نه فقط جایگاهش نه فقط کارهایی که در زندگی انجام داد بلکه ایمان به اینکه او به جای من روی صلیب جان داد اینه که برای شما نجات و آماده میکنه اینه که برای شما عدالت محسوب میشه در حضور خدا نه چیز دیگه ای ایمان به عیسی یعنی اتکا به عیسی اتکا به جانشینی سابقه عیسی اون موقع میشه سابقه زندگی من پاکی عیسی میشه پاکی زندگی من عدالت عیسی میشه عدالت زندگی من و این معنی نجات هست این معنی رستگاری هست نه فقط صرفا اینکه که عیسی مسیح از باکره متولد شد عیسی مسیح مرده ها رو شفا داد عیسی مسیح نجات و حالا دیگه بر ما فراهم کرد روی صلیب اعتماد به اینکه او به جای من روی صلیب مرد پس در نتیجه من باید درک کنم که گناهی که من مرتکب شدم چقدر وحشتناکه درک کنم که من باید به جای من باید روی صلیب میمردم اما عیسی مسیح به جای من روی صلیب مرد گناه ما بر دوش عیسی قرار گرفت بیگناهی عیسی به حساب بیگناهی من گذاشته شد خدا ما رو عادل به حساب آورد به یاد داشته باشیم عزیزان وقتی که صحبت از جانشینی میکنیم وقتی که صحبت از پاک شدن میکنیم در عیسی مسیح خدا ما رو عادل نمیکنه ما رو عادل به حساب میاره یعنی اینکه عدالت عیسی مسیح رو به عدالت ما میگذاره تو حساب ما میذاره وقتی که خدا به زندگی من نگاه میکنه یا وقتی که من در حضور خدا قرار می گیرم خدا عدالت مسیحو در زندگی من می بینه خدا اعمال منو دیگه نمی بینه خدا عدالت قدوسیت پاکی عیسی مسیحو میبینه برای همین خیلی باید مراقب باشیم وقتی که صحبت از عدالته باید عنوان کنیم عدالت مسیح رو به حساب من میذاره عدالت منو عادل میشموره نه اینکه خدا منو عادل میکنه چرا که ما هیچ موقع نمیتونیم عادل باشیم مگر اینکه خدا عدالت رو به حساب ما بذاره اگر اجازه بدید دقایق رو با هم دیگه تنفس داشته باشیم مجدد خدمتتون برمیگردیم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه اجازه بدید از زکریای نبی براتون قسمتی رو قرائت کنم که در مورد یکی از کاهنین اعظم داره صحبت میکنه یهوشه و یهوشه رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان به دست راست وی ایستاده تا با او مخاسمه نماید و یهوه به شیطان گفت ای شیطان یهوه تو را نهیب نماید یهوه که اورشلیم را برگزیده است تو را نهیب نماید آیا این نیم سوزی نیست که از میان آتش رو بوده شده است؟ و یهوشه به لباس پلید ملبس بود قسمتی که میخوام بهش توجه کنید اینجاست به لباس پلید ملبس بود که همه ما چنین لباسی رو به تن داشتیم و داریم و به حضور فرشته ایستاده بود و آنانی را که به حضور وی ایستاده بودند خطاب کرده گفت لباس پلید را از برش بیرون کنید و او را گفت ببین اسیانت را از تو بیرون کردم و لباس فاخر به تو می پوشانم و من گفتم که امامه تاهر بر سرش بگذارند پس امامه تاهر بر سرش گذاردند و او را با لباس پوشانیدند و فرشته خداوند ایستاده بود این معنی عادل شمردگی در عیسی مسیحه که خداوند اون لباس ملبس ما رو اون لباس پلید ما رو اون لباس گناهالود ما رو از ما از تن ما به در میکنه و لباس فاخری که مال عیسی مسیحه پاک قدوس او رو به تن ما میذاره و عدالت او به, ادا... به حساب ما گذاشته میشه قدوسیت او به قدوسیت ما گذاشته میشه و وقتی که خدا به ما نگاه میکنه تمام اون چیزهایی که در عیسی مسیح قرار داره در زندگی ما میبینه پس وقتی که ما داریم صحبت از ایمان میکنیم در عیسی مسیح در کتاب مقدس به یاد داشته باشیم که صحبت سر جانشینیه صحبت سر این که باید من درک کنم که من باید به خاطر گناهانم میمردم اما عیسی مسیح به جای من روی صلیب جان بداد لباس فاخر عدالت رو خدا با دستان مقدسش به تن ما میکنه و اون شرمساری پلیدی زشتی سیاهی ها رو از وجود ما جدا میکنه وقتی که صحبت از ایمانه، ایمانی که کتاب مقدس داره صحبت میکنه ما متوجه میشیم که ما خودمون نمیتونیم کاری انجام بدیم همانطور که در کتاب زکریا براتون قرائت کردم ما نمیتونیم با ثواب کردن با کارهای خوب با خیرات دادن بیایم لباس فاخر عدالت رو برای خودمون تهیه کنیم ما عاجز هستیم این لباس باید به ما داده بشه و ما در عیسی مسیح این لباس رو کسب میکنیم این ایمانیه که کتاب مقدس میگه و قسمت دیگه توبه است توبه یه روی دیگه سکه است حال ما توبه میکنیم ایمان میاریم ایمان میاریم توبه میکنیم با هم دیگه است نه اینکه وقتی که صحبت از ایمانه نه اینکه ما باید به همه چیز کتاب مقدس ایمان بیاریم همه چیزهای کتاب مقدس رو باید درک کنیم و بعد اون موقع ما مسیحی خواهیم شد نه نه باید درک کنیم که ما عاجز هستیم باید درک کنیم که ما ناتوانیم و عیسی مسیح به جای ما روی صلیب رفت حال ببینیم توبه چی هست در انجیل مرقس براتون قرائت کردم فصل یک آیه 15 اون واجهی که از دهان ایسای مسیح در ابتدا خارج میشه همینه توبه کنید پس انجیل ایسای مسیح باید با توبه کردن شروع بشه باید به مردم بگیم که توبه کنن توبه از گذشته هاشون ایمان اعتماده اعتماد به کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد توبه بازگشت از گذشته خودمونه در میبینیم که این مطلب عیسی مسیح گفت پتروس هم دقیقا همین رو عنوان کرد پولس هم دقیقا همین اعلام کرد که اول برنامه خدمتتون عرض کردم توبه کنید توبه کنید بازگشت کنید ادهی میخوان مسیحی بشن اما نمیخوان توبه کنن میخوان هنوز با اون گذشته خودشون با اون گناهانی که باهاش کنار اومدن با اون زشتی هایی که در زندگیشون هست کنار اومدن دارن خوش می هستن با اونا میخوان با اونا زندگی کنن و نمیخوان توبه رو انجام بدن نمیتونیم چنین زندگی داشته باشیم عزیزان آیه هولناک دیگه ای از کتاب مقدس هست که ما گهگاهی قفلت میکنیم با بیشتر شادی و محبت و خوشی و دوست داشتن های کتاب مقدس رو میخواییم با همدیگه در میون بذاریم نه اختارها رو میخوام شما به عنوان یک ایماندار یا به عنوان یک محقق حقجو این بار که دارید عهد جدید رو مطالعه میکنید به دنبال هشدار باشید ببینید که در کتاب مقدس چقدر هشدار اومده این یکی از هشدارهایی که در کتاب مقدس عنوان شده و عیسی مسیح این هشدار داده اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد به صرف اینکه که من کتاب مقدس میخونم به صرف اینکه که من کلیسا میرم به صرف اینکه که من کار نیک دارم انجام میدم حتی به صرف اینکه که من توی خدمت کلیسایی هستم اگر توبه تو زندگی من نباشه کلام خدا داره میگه هلاک میشیم عیسی مسیح داره میگه ما حلاک خواهیم شد رسولان هم همین رو عنوان میکنند خدا را تمجید نمایید به کنلیوس داره عنوان میکنه خدا به امتها ها نیز توبه حیات بخش را عطا کرده است عنوان نمیکنه که نجات رو داده اونا هم نجات پیدا کنند داره میگه که توبه حیات بخش توبه ای که با ایمان به عیسی مسیح همراه است باعث نجات اونها شده اگر توبه در زندگی ما نباشه در نتیجه این ایمان نجات بخش ما واقعی نیست یعنی اینکه ما با گناه کنار اومدیم توجیهش کردیم عیسی مسیح عنوان میکنه که هیچ کس نمیتونه دوتا آقا رو خدمت کنه یا ما خدای کتاب مقدس رو داریم خدمت میکنیم یا خدای این دنیا رو یا عیسی مسیح رو داریم خدمت میکنیم یا های قلبی خودمون رو ما زندگیمون و وقتمون رو وقف چه کسی کردیم؟ وقت های خودمون یا وقف خدا؟ توبه واقعی این نیست که ما فقط در مقابل گناه مقاومت کنیم ما به دل گناه یورش میبریم حمله میکنیم دست کشیدن از گناه کافی نیست بلکه باید به اون درک برسیم که از گناه متنفر باشیم این انزجار باید در وجود ما ایجاد بشه. حالا چطور این ایجاد میشه؟ چطور من میتونم از گناه تنفر داشته باشم؟ نه اینکه فقط به صرف اینکه میخوام برم بهشت یا اینکه به صرف اینکه مردم بگن عجب انسان خوبی هست، من زندگی نکنم. چطور میتونم تنفر داشته باشم نسبت به گناه؟ انزجار داشته باشم؟ هرچه بیشتر خدا رو بشناسیم هرچه بیشتر خدایی که این کتاب داره به ما معرفی میکنه رو بشناسیم هرچه بیشتر عیسی مسیح رو بشناسیم عمق آگاهی ما عمق محبت ما نسبت به خدا عمق شناخت ما نسبت به خدا بیشتر و بیشتر بشه انزجار ما نسبت به گناه بیشتر میشه و باعث میشه که ما به زندگی خودمون نگاه کنیم و ببینیم که چه چیزهایی هست که باید ما ازش متنفر باشیم در ابتدای اما ام مو رو میبینیم و بعد از مدتی پیچش مو رو میبینیم وقتی که من ایمان آوردم به عیسی مسیح فکر میکردم گناه فقط انجام ندادن کار بده اما وقتی که مسیحیت رو بیشتر شناختم کتاب مقدس رو بیشتر خوندم دیدم که مسیحیت فقط این نیست که شما از کارهای بد دوری کنی یا کار بد فقط گناهه بلکه قفلت از انجام نیکی هم گناه شمرده میشه پس بیشتر وقت بذاریم تا مطالعه کنیم کلام خدا رو تا درک کنیم که این توبه ای که خدا داره میگه انزجاری که داره صحبت میکنه نسبت به گناه چطور در ما ایجاد میشه ویلیام آر... آرنولد شبان اسکاتلندی در مورد توبه اینطور می نویسه میگه که تفاوت کسی که توبه کرده با کسی که هنوز توبه نکرده این است که یکی گناهکار است و آن یکی هیچ گناهی ندارد تفاوت اینجاست که آن که توبه نکرده با گناهان مرد علاقهش به جنگ خدایی ترسناک می رابد. اما آن دیگری همگام با خدایی که با او مصالحه نموده به ضد گناهی که از آنها متنفر است به پا برمیخیزد پس ما باید با خدا متحد بشیم تا بتونیم به جنگ اون گناه بریم پولس رسول در راجب توبه واقعی عنوان میکنه که اعمال لایق توبه را به جا آورید و عیسی مسیح در مورد توبه اینطور میفرماید که شما درخت رو از میوش بشناسید همه حرفای خوب میزنن همه میگن من ایمان دارم من توبه کردم من فلانم میوه چیه؟ آیا میوه توبه شما عدالت خوشی سلامتی محبت قدوسیت یا اینکه نه زندگیت همون زندگی قبلیه فقط اسمت اینه که ایمان داری عیسی مسیح میفرماید درخت را از میوه شناخت از خار انجیر و از بوته انگور نمیروید. پس باید به زندگی های خودمون نگاه کنیم ببینیم که در زندگی ما چه میوهی هست آیا میوه توبه هست؟ میوه توبه در کتاب مقدس بسیار روشنه. پس لازم نیست که من فقط بیا بیام به مردم گوش کنم که چی دارن میگن من ایماندارم یا ایماندار نیستم میوه توبه را در زندگیش نگاه کن اون موقع متوجه میشی که ایماندار هست یا ایماندار نیست ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید با امید خدا تا روزی دیگر و برنامه دیگر بدرود